تاریخ تمدن قسمت 307 سزار برژیا الکساندر دلایل بسیاری در دست داشت که از سزار که حال بزرگترین پسرش بود راضی باشد درباره او همانند لئوناردو گفته شده است که میتوانست نعل اسبی را با دست خم کند در سال بخشش با جدا کردن سر یک گاو به یک ضربت در مسابقه گاوبازی در میدان روم جماعتی را به شگفت آورد در دوی ژانویه 1502 در یک مسابقه گاوبازی رسمی که توسط خود او در میدان سان پیترو ترتیب داده شده بود به میدان تاخت و به تنهایی با نیزه اش وحشی ترین گاوی را که در آنجا رها شده بود از پا در آورد او این بازی قهرمانی را در رومانیا و همچنین در روم معمول ساخت اما پس از آنکه چند گاوباز کشته شدند آن را برای اسپانیایی ها واگذاشت مردان در او هیئت کسی را می دیدند که گویی جهان را به میراث برده است زنان او را می ستودن. اما دوستش نمی داشتند که آنان را زود دور می اندازد. حقوق را در دانشگاه پروژا فرا گرفته بود برای مطالعه کتاب یا پرداختن به فرهنگ چندان وقت نداشت بعدها نزد خدمتگذاران خیش لاف شاعری میزد هنر را بسیار ارج می نهاد. او مسلما برای مشاقل دینی ساخته نشده بود اما الکساندر او را اسقف اعظم والنسیا کرد 1492 و پس از آن به مقام کاردینالی ارتقایش داد 1493 هیچ کس چنین مشاقلی را روحانی تلقی نمی کرد آنها وسایلی بودند برای تأمین آیدی سزار کارهای مذهبی کوچک انجام داد اما هرگز کشیش نشد در 1497 اندکی پس از مرگ جوانی سزار به عنوان فرستاده پاپ به ناپ رفت و این مسرت را یافت که شاهی را تاج گذاری کند شاید لمس کردن تاج عشق به حکومت را در او برانگیخت. پس از بازگشت به روم با سماجت از پدر خود خواست که به او اجازه دهد از شغل کلیسای خود دست کشد هیچ راهی برای معاف ساختن او از آن شغل نبود جز اعتراف پاپ در برابر هیئت کاردینال ها به اینکه سزار فرزند نامشروع اوست چنین شد و منصب کاردینالی او بی اعتبار گشت 17 اوت 1498 پس از آن سزار با اشتیاق کامل به بازی سیاست بازگشت آلکساندر امیدوار بود که فدریگو سوم پادشاه ناپل سزار را به شوهری دخترش کارلوتا بپذیرد اما فدریگو هوای دیگری در سر داشت پاپ که سخت رنجیده خاطر شده بود به فرانسه روی آورد این ام فرصتی به دست لوی دوازدهم داد تا فسخ یک ازدواج اجباری را که در جوانی به او تحمیل شده بود از پاپ خواستار شود در اکتبر 1498 الکساندر سزار را به فرمان فسق آن ازدواج و دیویست هزار دوکات و پول برای خواستگاری دختری از خاندان سلطنت به فرار فرستاد لویی که از حکم طلاق و از رفع ممانعت پاپ از ازدواج او با بیوه شارل هشتم خوشنود شده بود به سزار پیشنهاد همسری با شارلوت د آلبره خواهر پادشاه نوار را کرد به علاوه عنوان دوکی دو تا از توابع را به سزار اعطا کرد پاپ برای این سرزمین ها ادعای قانونی داشت در ماه 1499 دوک جدید شارلوت خوشخو زیبا و ثروتمند را به زنی گرفت و اهالی روم که خبر این ازدواج را از پاپ شنیده بودند شادمانی خود را با آتشبازی اعلام کردند این ازدواج پاپ را به بند اتحاد با شاهی انداخت که علنا قصد تعرض به ایتالیا و تسخیر میلان و ناپ را داشت الکساندر در 1499 همان اندازه مقصر بود که لودویکو و ساوونارولا در 1494 این اتحاد نتیجه تمام کوشش هایی را که الکساندر برای تشکیل اتحاد مقدس در 1495 صرف کرده بود از میان برد و زمینه را برای جنگ های یولیوس دوم آماده کرد بر نگین انگشتر سزار برژیا این جمله حک شده بود آنچه باید کرد بکن هر چه شد بشود در تیغه شمشیرش دو شعار بر دو طرف آن دیده میشد تاس،, تاس, افکنده شده است یا قیصر یا هیچ کس الکساندر در این جوان دلیر و جنگجوی بانشات سرانجام آن سرداری را که سالها برای رهبری نیروهای مسلح کلیسا و تسخیر مجدد ایالات پاپی جستجو میکرد یافت لوی 300 نیزه فرانسوی در اختیار او گذاشت 4000 سرباز و 2000 سرباز مزدور ایتالیایی استخدام شدند این ارتش کوچک بود اما سزار به آغاز کردن ماجرا اشتیاق فراوان داشت برای افزودن سلاح روحانی به نیروی نظامی پاپ توقیعی صادر کرد و در آن جدا اعلام داشت که افرادی املاک کلیسا را قصب کردند حالا که این املاک از سالیان دراز حقا و قانوناً به کلیسا تعلق داشتند همه اینان جبارانی بودند که از قدرت خود سو استفاده کرده و رعایای خود را استثمار کردند و حال باید یا کنار روند یا با زور کنار گذاشته شوند سزار در اواخر زندگیش به تاکید گفت که قصدی جز تسخیر ایالات کلیسا برای کلیسا ندارد در ژانویه 1500 سزار و ارتشش از جبال آپنن گذشتند و وارد فورلی شدند ایمولا فورا به قائم مقام سزار تسلیم شد و اهالی فورلی در استقبال از او دروازه های شهر را به رویش گشودند اما کاترینا سفورتسا همان گونه که دوازده سال پیش کرده بود قلعه شهر را با پادگانش نگاه داشت سزار برای صلح شرایط سهلی به او پیشنهاد کرد اما او ترجیح داد که بجنگد پس از یک محاصره کوتاه قوای پاپ به زور وارد شهر شدند و مدافعان را از دم شمشیر گذراندند کاترینا به روم فرستاده شد و به عنوان میهمانی اجباری در گوشه ای از واتیکان مسکن یافت از ترک حق خیش در فرمان روایی فورلی و ایمولا امتناع کرد کوشید تا فرار کند و در نتیجه به سانت آنجلو منتقل شد پس از 18 ماه آزاد و در دیری معتکف شد کاترینا زن دلیری بود اما خوی جنجال برانگیز داشت از بدترین فرمانروایان روایان فعودال بود و سزار در سرزمین او همچون نقاط دیگر در رومانیا گویی فرشته انتقامی بود که از جانب خداوند مأموریت دارد انتقام قرنها ستمگری را بگیرد اما نخستین فتح سزار کوتاه بود سربازان خارجیش سر به شورش برداشتن زیرا سزار پول کافی برای پرداخت مخارجشان نداشت هنوز این سربازان شورشگر آرام نشده بودند که لوی دوازدهم واحدهای فرانسوی را برای باستاندن میلان از لودویکو که به مدت کوتاهی آن را دوباره به دست آورده بود احضار کرد سزار باقی مانده ارتش خود را به روم برگرداند و تقریبا از تمام احترامات و افتخارات یک سردار فاتح رومی برخوردار شد الکساندر از کامیابی فرزندش سرفراز بود پاپ سزار را به نیابت خود در شهرهای تسخیر شده گمارد و با اشتیاق به اندرسهای او تکیه کرد اواید حاصل از سال بخشش و فروش مناسب کاردینالی خزانه را پر کردند. سزار سپس طرح یک نبرد دیگر را ریخت به پاولو ارسن اورسینتی مبلغ قابل ملاحظه پیشنهاد کرد تا با نیروهای مسلح خود به قوای پاپ بپیوندند پائولو آمد و چند تن از نجبای دیگر نیز به او تأثیر کردند با این تمهید سزار ارتش خود را وسعت بخشید و روم را در قیاب نیروهای پاپ از حملات بارونهای ماورای آپنن حفظ کرد شاید با همین ترغیبات و وعده تاراج بود که توانست از خدمات جان پائولو بالیونی فرمانروای پروژا و از سربازان او بهره شود و ویتلو تتسو ویتلی را برای هدایت توپخانه خود استخدام کند لوی دوازدهم برای او هنگ کوچکی از نیزه داران فرستاد اما سزار دیگر به نیروهای تقویتی فرانسه اطمینان نداشت در سپتامبر 1500 بنا به اصرار پاپ به قلعه های تحت اشغال کلونا و ساولی مخاسم در لاتیوم حمله کرد این قلعه ها یکی پس از دیگری تسلیم شدند به زودی الکساندر توانست فاتحانه و با امنیت و از میان مناطقی که سالها از دست پاپ خارج بود گردش کند او همه جا با ستایش مردم روبرو شد زیرا بارونهای فئودال محبوب اطباع خود نبودند وقتی سزار آزم دومین نبرد بزرگ خود شد اکتبر 1500 یک ارتش 14 هزار نفری داشت با موکبی از شاعران و کشیشان عالی رتبه و نیز روسپیانی برای خدمت به سربازانش با پیشبینی رسیدن این ارتش پاندولف و مالاتسسا ریمینی را تخلیه کرد و جوانی اسفورتسا از پزارو گریخت هر دو شهر سزار را به عنوان نجات دهنده خود مورد استقبال قرار دادند آستوره مانفردی در فا انتسا مقاومت کرد و مردم صمیمانه از او حمایت کردند برژیا شرایط سخاوتمندانه برای صلح پیشنهاد کرد مانفردی آنها را نپذیرفت موثر تمام زمستان طول کشید سرانجام فا انتصاب با دریافت وعده مدارا همراه با تمام ساکنان شهر تسلیم شد سزار با تمام اهالی به فتووت رفتار کرد و دفاع دلیرانه مانفردی را چنان ستود که او ظاهرا مهر را به دل گرفت و در سلک ملتزمانش درآمد برادر کهتر آستوره نیز همین کار را کرد هرچند هر دو آزاد بودند که هر جا میخواهند بروند مدت دو ماه سزار را در تمام سفرهایش همراهی کردند و همه جا رفتار محترمانه ای با آنها میشد آنگاه پس از رسیدن به روم ناگهان به کاستلو و ناگهان به کاستلو سانت آنجلو افکنده شدند یک سال آنجا بودند بعد در دو جوان 1502 جسدشان به روی رود تیبر دیده شد چیزی که باعث شد سزار یا الکساندر آن دو را محکوم کند معلوم نیست مانند صد واقعی عجیب دیگر در تاریخ برژیاها ها آن حادثه نیز رازی است که فقط اشخاص بی اطلاع می توانند کشف کنند سزار که هار دوک رومانیا را نیز به سایر انامین خود افسوده بود نقشه را مطالعه می کرد و بران بود که مأموریتی را که از پدرش دریافت داشته است تکمیل کند کامرینو و اوربینو نیز می بایست تسخیر می شود اوربینو گرچه قانونا ملک پاپ بود تا آنجا که رسم سیاست آن زمان اقتضا می کرد تقریبا یک ایالت نمونه بود بنابراین خلع زوج محبوبی مانند گوید و بالدو و ایزابتا عملی زشت به شمار می رفت و شاید آن دو اکنون رضا داده بودند به اینکه که همانگونه که اسمن نایب پاپ هستند رسما نیز باشند اما سزار استدلال می کرد که این شهر سهترین راه او شهر راه او را به آدراتیک قطع کرده است و چنانچه در دست نیروهای متخاصم باشد ممکن است ارتباط او را با تزارو و ریمینی قطع کند ما نمیدانیم که آیا الکساندر با او موافقت کرد یا نه اما چنین موافقتی غیر محتمل از زیرا در همین اوان او گویدو بالدو را وادار کرد که توبخانه خود را به ارتش پاپ امانت بدهد بیشتر محتمل است که سزار پدر خود را فریب داده یا نقشه های خود را عوض کرده باشد سزار در دوازده جوان 1502 در این هنگام لئوناردو داوینچی سرمهندس ارتشش بود آزم سومین نبرد خود شد که ظاهرا هدفش کامرینو بود اما ناگهان به جانب شما روی آورد و چنان با سرعت به اوربینو نزدیک شد که فرمان روای علیلان فقط توانست خود را نجات دهد و شهر را بلا دفاع به دست سزار اندازد 21 جوان اگر این حرکت با اطلاع و موافقت الکساندر انجام گرفته باشد باید آن را یکی از قابل تحقیل ترین خیانت ها در تاریخ دانست سردار فاتح با نرمخویی مکانانه ای با اهالی شهر رفتار کرد در همان هنگام ویتلی یکی از سرداران سزار ظاهرا به اختیار خود آرتت سورا که مدت ها جزء فلورانس بود تسخیر کرد شورای شهر اسخوف والترا را با ماکیاولی به شکایت نزد سزار به اورمینو فرستاد سزار آنان را با خوشخویی پذیرفت و گفت من اینجا نیامده ام که نقش ستمگر را ایفا کنم بلکه آمدن تا ستمگران را از میان بردارم وعده داد که از اعمال ویتلی جلوگیری شود و آرتتسو سورا به تابعی فلورانس بازگرداند اما در عوض سیاست قاطعی از دوستی متقابل میان خودش و فلورانس خواستار شد اسقف اصخوف اسخف وعده ای او را بیشاعبه تحقی کرد و ماکیاولی با شعف ناسیاست مدارانه به شورای شهر چنین نوشت این فرمان روا شکوهمند و بزرگوار است و چنان دلیر است که هر امر بزرگی در برش کوچک می نماید برای تحصیل افتخار و مستملکات ارزی خود را از هر آسایشی محروم می سازد و نه خطر می شناسد نه خستگی خود را نزد سربازانش محبوب می سازد و بهترین مردان ایتالیا را به خدمت خود برگزیده است این صفات به یاری اقبال بلند او را فاتح و مهیب می سازد در 20 ژوئیه کامرینو به نمایندگان سزار تسلیم شد و ایالات پاپی دوباره به خود او بازگشتند سزار مستقیم یا غیر مستقیم چنان حکومت خوبی در ایالات تسخیر شده برقرار کرد که ادعایش مبنی بر اینکه از میان بردازنده ستمگران است درست درآمد بعدا تمام این ایالات به استثنای اوربینو و فاانتسا از سقوط اوبس غمگین شدند سزار چون شنید که جان فرانچسکو Guns. گونتساگا برادر ایزابتا و شوهر ایزابلا با چند تن از برجستگان به میلان رفته است تا لوی دوازدهم را به مخالفت با او برانگیزد با شتاب ارز ایتالیا را پیمود با دشمنان خود روبرو شد و فورا لطف شاه را به خود جلب کرد اوت 1502 شایان توجه است که تا این حد حت و حتی پس از نیل به مشکوک ترین کامیابیش یک اسخف یک شاه و یک دیپلمات که بعدها به مناس مناسبت زیراکیش مشهور شد در ستودن سزار و پذیرفتن عدالت رفتار و اهدافش شرکت کردند محازا مردانی در ایتالیا بودند که آرزوی سقوط او را می کردند و نیز گرچه عنوان شهروندی خود را به او داده بود از دیدن اینکه ایالات پاپی تا آن حد نیرومند شوند که بر قسمت زیادی از سواحل آدراتیک مسلط باشند خورسند نبود فلورانس از اینکه فورلی که فقط دوازده و نیم کیلومتر از آن فاصله داشت در دست یک نابغه جوان و بیپروای سیاسی و جنگی باشد بس ناراحت بود پیزا در دسامبر 1502 داوطلب پذیرش فرمانروایی او شد اما او معدبانه از قبول آن پیشنهاد امتناع کرد معهازا هیچ کس مطمئن نبود که او راه خود را تغییر نخواهد داد هدایایی که ایزابلا برای او فرستاد شاید پرده ای بود برای پوشاندن نفرتی که خود ایزابلا و همچنین مانتوا علیه قارت اوربینو توسط سزار به هم زده بودند کلونا و ساولی و تا حد کمتری اورسینی به سبب فتوحات او از پا در آمده بودند و فقط در صدد به دست آوردن فرصتی بودند که, اتحادی علیه او تشکیل دهند بهترین مردانش یقین نداشتند که به زودی نوبت تصرف اراضی خود آنها که بعضا مورد ادعای کلیسا بودند نرسد. ویتلی دیگران را دعوت کرد تا در لاماجونه در ساحل دریاچه ترازیمنو گرد آیند سپتامبر 1502 در آنجا تصمیم گرفتند که نیروهای خود را علیه سزار به کار اندازند او را دستگیر و خل کنند به حکومت او در رومانیا و مارکه خاتمه دهند و فرمانروایان مخلوع را دوباره برگمارند این توته بس خطرناک بود و کامیابی آن ممکن بود بهترین نقشه های الکساندر و پسرش را برهم زند این دستیسه با فتوحات درخشان آغاز شد شورش های در اوربینو و کامرینو با پشتیبانی مردم به راه افتاد پادگان های پاپ اخراج شدند گوید بالدو به کاخ خود بازگشت در همه جا فرمان روایان ساقط شده سر برافراشتند و برای بازگشت به قدرت نقشه کشیدند سزار ناگهان دریافت که سردارانش از او اطاعت نمی کنند و نیروهایش به حد تقلیل یافتند که او دیگر قادر به حفظ متصرفات خود نیست در این گیرودار کاردینال فراری درگذشت الکساندر با شتاب هزار دوکات و ثروت باقی مانده او را تصاحب کرد و مقداری از موقوفات تحت اختیار او را فروخت آنگاه و وجوه حاصل از این راه را به سزار داد و او را با آن یک ارتش شش و او با آن یک ارتش 6000 نفری تچیز کرد در همان اوان الکساندر شخصا با توتعگران وارد مذاکره شد به آنان وعده های دلپذیری داد و عده زیادی از آنان را به اطاعت بازگرداند بدان گونه که تا آخر اکتبر همه ی آنان با سزار آشتی کردند این یک موفقیت شگفتانگیز دیپلماسی بود سزار معذرت های آنان را با سکوتی آمیخته به بدمینی پذیرفت و ملاحظه کرد که گرچه گوید و بالدو دوباره از اوربینو فرا کرده بود خاندان اورسینی هنوز دشهای امیرنشین خود را با نیروهای خیش در دست داشتند در ماه دسامبر سرداران سزار به فرمان او سنیگالیا واقع در ساحل آدریاتیک را محاصره کردند این شهر به زودی تسلیم شد اما حاکم آن از واگذار کردن آن جز به شخص سزار امتناع کرد پیکی در چزنا نزد دوکا پیکی اسم پیکی در چزنا نزد دوکا فرستاده شد او با 800 سرباز وفادار به سنی گالیا شتافت پس از رسیدن به آن شهر چهار نفری را که در رأس توطعه قرار داشتند ظاهرا به گرمی پذیرفت بعد آنان را به مجلسی در کاخ فرمانداری دعوت کرد چون در رسیدن دستگیرشان ساخت و همان شب 31 دسامبر 1502 فرمان خفه کردن ویتلی و اولیو روتو را داد دو ارسینی تا هنگامی که سزار بتواند درباره آنها با پدر خود مشورت کند در زندان نگه داشته شدند ظاهرا الکساندر با نظر فرزند خود موافقت کرد و در 18 ژانویه هر دو تن کشته شدند سزار از این ضربه ماهرانه در اسنیگالیا بس سربلند بود و فکر میکرد که ایتالیا باید برای رهایی از این چهار نفر که نه تنها قاسه به سرزمین های کلیسا بودند بلکه بر رعایای بی پناه خود نیز به طرز فاحشی ظلم کردند از او سپاسگزار باشد شاید یک یا دو بار دچار عذاب وجدان شد الکساندر حال آزاد بود که خشم کامل خود را از زمین سازی علیه پسرش و شهرهای بازگرفته شده ی کلیسا ابراز دارد ادعا کرد که به موجب مدارک موجود کاردینال اورسینی و خیشانش و زمینه قتل سزار را فراهم آورده بودند پسان کاردینال و چند شخص مزنون دیگر را دستگیر کرد سه ژانویه 1503 کاخ کاردینال را متصرف شد و تمام اموال او را مصادره کرد کاردینال در 22 فوریه شاید به سبب رنج روحی و فرسودگی در زندان مرد رومیان چنین اندیشند که پاپ او را مسموم کرده است الکساندر به سزار توصیه کرده بود که خانواده اورسینی را کاملا از روم و کامپانیا ریشه کن کند سزار عجله‌ای در این کار نداشت شاید او نیز فرسوده بود بازگشت به پایتخت را تأخیر انداخت و با کراهت عازم محاصره دژ محکم جولیو اورسینی در چری شد 14 مارس 1503 در این محاصره بورژیو بعضی از ماشین های جنگی لئوناردو را به کار برد یکی از آنها برج متحرکی بود که سی مرد جنگی را در خود جای میداد و میشد آن را تا رأس دیوارهای دشمن بالا برد جولیو تسلیم شد و با سزار به واتیکان رفت تا تقاضای صلح کند پاپ تقاضای او را پذیرفت مشروط بر آنکه تمام قلعه های اورسینی در سرزمین پاپ به کلیسا واگذار شوند این کار انجام گرفت در همان هنگام پروجا و فرمو فرماندارانی را که سزار برایشان فرستاده بودند با آرامی پذیرفتند بولونیا هنوز باز گرفته نشده بود ولی فرارا لوکرس بورژیا را به عنوان دوشس خود پذیرفت به جز این دو امیرنشین بزرگ تسخیر مجدد ایالات پاپی کامل بود سزار بورژیا در 28 سالگی خود را فرمانروای سرزمینی یافت که در شبه جزیره ایتالیا جز کشور پادشاهی ناپل از حیث وسعت نظیر نداشت او اکنون به تصدیق عموم بر جست ترین و نیرومندترین مرد ایتالیا بود چندی را با سکوتی که معمول او بود در واتیکان گذراند در این مرحله انتظار میرفت که همسر خیش را نزد خود فراخواند اما این کار را نکرد او را نزد خانواده خود در فرانسه گذارده بود و او در زمان اشتغال شوهرش به جنگ فرزندی آورده بود سزار گاه برای زنش نامه ای مینوشت و هدایایی میفرستاد اما او را هرگز دوباره ندید دوشز منتظر شوهرش بود تا او تا او را فرا خواند یا نزدش بیاید وقتی که سزار به بدبختی و تنهایی افتاد کوشی تا نزد او برود و هنگامی که سزار درگذشت او خانه خود را سیاه پوش کرد و تا هنگام مرگ در ازای او به سر برد شاید اگر سزار بیش از چند ماه فراغت می داشت او را فرا می محتمل تر آن است که او ازدواج خود را صرفا سیاسی می دانست و وظیفه برای محبت حس نمی کرد. ظاهرا فقط اندکی محبت در وجود او بود که بیشتر آن را برای لوکرس نگاه می داشت که خواهرش بود سزار تا آن حد که ممکن بود مردی به زنی علاقه من باشد به لوکرس مهر میورزید لوکرس طرز خطرناکی بیمار شد در بازگشت از میلان دوباره به فرارا رفت و هنگامی که پزشکان مشغول هجامت او بودند او را در آغوش داشت و نزد او ماند تا از خطر جست سزار برای زناشویی ساخته نشده بود مشوقه هایی داشت اما نه طولانی چندان مقهور اراده قدرت بود که نمیتوانست بگذارد زنی مالک اش شود هنگام اقامتش در روم خلوت اختیار کرد و تقریبا از نظرها پنهان بود شبها کار میکرد و روسا کمتر دیده میشد اما حتی در این دوره استراحت ظاهری سخت میکوشید دقیقا مواظب به معموران خود در ایالات کلیسا بود آنهایی را که از مقام خود سوء استفاده میکردن تنبیه میکرد و یکی از آنان را به علت ظلم و استثمار اعدام کرد همواره برای دیدن کسانی که در حکومت رومانیا یا برای حفظ نظم در روم به دستور او نیازمند بودند وقت پیدا می کرد. کسانی که او را می شناختند هوش مزورانه او را قدرت دستیازی مستقیمش را به امور مربوط استفاده او را از هر فرصتی برای احراز موفقیت و مبادرت او به عمل قطعی و مؤثر را می سودودند. سربازانش او را دوست می داشتند و سخیری انضباطی او را که به صلاح خود آنان بود باطنن می پسندیدند همچنین رشوه ها های سیاسی و خطعه های جنگی او را که باعث کاستن از عده دشمنان و تقلیل تلفات سربازانش در جنگ می تصدیق می کردند امروزه جدا کردن حقایق از گزارش های تاریک غیر ممکن است یکی از داستان های زبان زد این بود که الکساندر و پسرش روحانیان ثروتمند را به موجب اتهامات ساختگی دستگیر می کردن و پس از دریافت فدیه ها یا جریمه گذاف رها می ساختند بورژیاها ها به موجب شایعات بسیار متهم به مصموم کردن کاردینال ها برای تسریع تصاحب اموال آنان جهت کلیسا بودند یک آمارگر کوشان نشان داده بود که میزان مرگ در میان کاردینال های زمان الکساندر از آن دوره های قبل یا بعد از او زیادتر نبوده است اما بیشک در آخرین سه سال سلطنت الکساندر کاردینال ثروتمند بودن در روم خطرناک تلقی میشد در روم سخن از یک سم تدریجی به نام کانتارلا میرفت که مبنایش آرسنیک بود اگر این سم را به شکل گرد در غذا مشروب و حتی شراب مقدس آین قداس میریختند مرگی تدریجی به بار می آورد که یافتن منشأ آن مشکل بود مورخان معاصر عموما استعمال چنین سمی را در دوران رونسانس افسانه بیش نمیپندارند اما باور دارند که در یک یا دو مورد برژیاها ها کاردینال های ثروتمند را مسموم ساختند تحقیقات بیشتری ممکن است این رقم را به صفر تنزل دهد داستان های بدتری از سزار گفته شده است از جمله آنکه برای سرگرم ساختن الکساندر و لوکرس چندین زندانی محکوم به مرگ را در حیاتی رها کرده و خود از محل امنی با پرتاب تیرهای مگ بار بر آنها مهارت خیش را در تیراندازی نشان داد تنها راوی این داستان کاپلو فرستاده ونیز است اجرای چنین عملی از طرف سزار بعیدتر است تا دروغگویی از جانب یک دیپلمات قسمت اعظم تاریخ پاپای رونسانس بنابر تبلیغات جنگی و دروغهایی دیپلماتیک نوشته شده است لوکرس بورژیا 1480 1519 الکساندر پسرش را به دیده تحصیل می نگریست و شاید هم از او می ترسید اما به دختر خود شدیداً مهر می برزید. او هم مانند تمام دختران ایتالیایی که از عهده برمی آمدند برای تحصیل به صومعه رفت در تاریخی که معلوم نیست از خانه مادرش وانو تتسا به سرای دونا آدریانا میلا اموزاده الکساندر منتقل شد در آنجا با جولیا فارنزه عروس آدریانا که بنا به روایت معشوقه پدرش بود دوستی مادام العمر یافت لوکس از اینکه پدرش شوهری برای او انتخاب کرده از رنجیده خاطر نشد در آن زمان این روش برای تمام دختران خوب عادی بود و هیچ گونه دلتنگی در بر نداشت الکساندر نیز مانند هر فرمانروایی دیگر چنین میاندیشید که ازدواج فرزندانش باید منافع کشور را اطلاع بخشد این نیز برای لوکرس معقول بود در آن زمان ناپل با پاپ روش خسمانه داشت و میلان با ناپل دشمن بود از این رو نخستین ازدواج لوکرس در 13 سالگی او را به جوانی اسفورتسا برادرزاده لودویکو که در آن زمان 26 سال داشت و فرمانروای پزارو و نایب و, سطنه نایب و سطنه میلان بود 1493 متعلق ساخت الکساندر خانه زیبایی در کاخ کاردینال تسنو واقع در نزدیکی واتیکان برای دختر و داماد خود ترتیب داد لوکرس پس چند ماه به پایتخت بازگشت بعدا جوانی در آنجا به او پیوست اما بعد از عید قیام مسیح در 1497 او در پزارو ماند و زنش در روم در چهارده جوان الکساندر به سبب ناتوانی جنسی دامادش طلاق دختر خیش را از او خواستار شد ناتوانی جنسی تنها دلیل مشروعی بود که به موجب قانون کلیسا میتوانست باعث فسخ ازدواج شود لوکرس به سبب اندوه یا به علت شرم یا برای نجات از شر شایع سازان در دیری منظوی شد چند روز بعد برادرش دوک گاندیا کشته شد و شایع سازان روم گفتند که وی به سبب کوشش برای فریفتن لوکرس به دست اموال اسفورتسا کشته شده است شوهر لوکرس ناتوانی جنسی خود را انکار کرد و الکساندر را به زنا با دختر خیش متهم ساخت پاپ هیئتی را به ریاست دو کاردینال تعیین کرد که معلوم سازند آیا ازدواج دخترش به ثمر رسیده است یا نه لوکرس سوگن خورد که شوهرش از او بهره نگرفته و اعضای آن هیئت به الکساندر اطمینان دادند که دخترش هنوز باکره است لودویکو به جوانی پیشنهاد کرد که توانایی خود را باید به هیئتی از جمله نماینده پاپ در میلان نشان دهد اما جوانی این پیشنهاد را نپذیرفت محازا اقرارنامه ای را که در آن به بهره نگرفتن از ازدواج اعتراف کرده بود امضا کرد جهاز لوکرس را که به 31000 دوکاتو بالغ میشد برگرداند در سی دسامبر 1497 آن ازدواج باطل شد لوکرس که فرزندی برای جوانی نیاورده بود کودکانی برای دو شوهر بعدی خود زایید اما سومین زن اسفورتسا در 1505 پسری آورد که ظاهرا متعلق به خود اسفورتسا بود قبلا تصور شده بود که الکساندر رشته ازدواج دختر خود را با اسپورتساب برای این گسسته است که از لحاظ سیاسی وصلت پرسمرتری را ترتیب دهد اما الکساندر نمیتوانست او را بیشوهر گذارد چون میخواست مقدمات آشتی با دشمن سرسخت پاپ یعنی ناپل را فراهم کند به فدریگو شاه ناپل ازدواج لوکرس را با دون آلفونسو پسر نامشروع آلفونسو دوم وارث فدریگو پیشنهاد کرد شاه موافقت کرده و یک قرارداد نامزدی رسمی امضا شد جوان 1498 وکیل فدریگو در این مورد کاردینال اسفورتسا ام جوانی شوهر سابق لوکرس بود لودویکو لودویکو فرمان میلان نیز فدریکو را به قبول پیشنهاد پاپ ترغیب کرده بود در ماه اوت مراسم عقد در واتیکان به عمل آمد لوکرس با عاشق شدن بر شوهر خود هیچ مشکلی باقی نگذاشت وی 18 ساله و شوهرش 17 ساله بود اما بدبختی این زن و شوهر در مهم بودن آنان بود سیاست حتی به بستر ازدواج راه یافت سزار برژیا که پیشنهاد ازدواجش در ناپل رد شده بود برای اختیار همسر به فرانسه رفت اکتبر 1498 آلکساندر با لوی دوازدهم پادشاه فرانسه که دشمن سرسخت ناپل بود متحد شد دوک جوان بیشلیه که از کسرت اموال فرانسوی در روم بسیار ناراحت شده بود به ناپل گریخت لوکرس دل شکسته شد الکساندر برای آرام ساختن او و رفع اندوهش او را به نایب و سلطنتی اسپولتو منصوب کرد اوت 1499 آلفونسو در آنجا به او باز پیوست الکساندر آن دو را در نپی ملاقات کرد به دوکای جوان اطمینان داد که هر دو را به روم بازگرداند در روم لوکرس پسری زایید و او را به نام پدر خود رودریگو نامید دوران خوشبختی کوتاه بود خواه به این سبب که آلفونسو بسیار حساس بود یا به این جهت که سزار برژیا نشانه ای از اتحاد با فرانسه به شمار می رفت آلفونسو نسبت به او بسیار نفرت پیدا کرد و برژیا نفرت او را با تحقیر پاسخ گفت در شب 14 ژوئیه 1500 چند مرد شریر هنگام خروج آلفونسو از کلیسای سان پیترو به او حمله کردند او چند زخم خورد اما توانست خود را به خانه کاردینال سانتا ماریا در پورتیکو برساند لوکرس به بالین و او احضار شد و به محض ورود و دیدن او قش کرد اما زود به هوش آمد و با سانچا خواهر شوهرش مضطربانه از شوی خود پرستاری کرد الکساندر 16 تن محافظ برای حفظ او از آسیب بیشتر فرستاد آلفونسو تدریجا بهبود یافت روزی سزار را در باغ مجاور دید چون در اینکه سزار آن اشرار را مأمور کشتنش کرده بود شک نداشت تیر و کمانی برداشت و پیکانی به سوی قصر پرتاب کرد تیر از نزدیک سزار گذشت ولی به او آسیبی نرساند سزار مردی نبود که یک بار دیگر به دشمن خود فرصت دهد از این رو مستحفظان خود را احضار کرد و آنان را به اتاق آلفونسو فرستاد و ظاهرا فرمان کشتن او را به آنان داد مأموران سزار بالشی بر دهان آلفونسو گذاشتند و آن را چندان فشردن تا مرد شاید در پیش چشم زنش خواهر سزار الکساندر گزارش سزار را از آن حادثه پذیرفت دستور داد تا آلفونسو را بدون سر و صدا دفع کند و تا آنجا که میتوانست در تسلای دل لوکرس کوشید لوکرس به نپی رفت و در آنجا نامه های خود را با عنوان بدبختترین شاهزاده امضا کرد و فرمان داد تا قداس هایی برای آمرزش آسایش روح شوهرش برپا دارند. شگفتان که سزار دو ماه پس از قتل آن فولسو لوکرس را در نپی ملاقات کرد و تمام شب را به عنوان میهمان نزد او ماند لوکرس خویی صبور و قابل انعطاف داشت و ظاهرا قتل شوهر خود را عکس عمل طبیعی برادر خیش برای پیشگیری از کشته شدن خود دانست ظاهرا لوکرس این داستان را باور نداشت که برادرش اشرار را برای کشتن آلفونسو اجیر کرده بود هرچند که این داستان محتمل ترین ایزاه یکی دیگر از اسرار رونسانس است لوکرس در بقیه زندگیش با شواهد بسیار ثابت کرد که عشقش به برادر خود بر تمام مسایب زندگی او غالب گشته است شاید سزار نیز مانند پدرش لوکرس را با همان عشق شدید اسپانیایی دوست می داشت ناپلی های دشمن لوکرس را دختر زن و عروس پاپ می او این حضل ها را نیز با بردباری تحمل می کرد همه محققان تاریخ آن زمان به اتفاق معتقدند که این اسنادها تهمت ظالمانه بوده است اینکه سزار آلفونسو را برای این کشته باشد که جفت سیاسی بهتری برای خواهر خود فراهم کند بسیار نامحتمل است پس از چند سباهی ازاداری لوکرس را برای ازدواج به یکی از افراد خاندان اورسینی و پس از آن به جوانی از خانواده کلونا پیشنهاد کردند که البته هیچ کدام به قدر پسر وارث تاج و تخت ناپل ارزنده و سودمند نبود از آن پس دیگر تا نوامبر سال 1500 خبری از ازدواج لوکرس نبود در آن تاریخ همسری او با آلفونسو پسر دوکا ارکوله فرمانروای فرارا پیشنهاد شد و در سپتامبر 1501 مراسم نامزدی انجام گرفت الکساندر محتملا امیدوار بود که هم فرارا تحت فرمانروای دامادش قرار گرفته خواهد شد و هم مانتوا که از مدت ها پیش از طریق ازدواج با فرارا پیوند داشت در حقیقت در زمره ایالات پاپی در خواهد آمد سزار هم با این نقشه موافقت کرد زیرا امنیت بیشتری برای پیروزی هایش فراهم می ساخت و زمینه ای برای حمله به بولونیا به دست می داد. به همان عللی که ذکر شد ارکوله و آلفونسو در قبول پیشنهاد پاپ ترتیب داشتند قبلا کنتس د آنگلم برای همسری به آلفونسو پیشنهاد شده بود اما الکساندر با تعهد دادن جهاز بزرگی به دختر خود و الغای خراج سالانه فرارا پیروز شد چون نه ارکوله و نه آلفونسو هنوز لوکرس را ندیده بودند از رسم معمول در این گونه ازدواج ها پیروی کردند بدین معنا که از سفیر فرارا در روم خواستند تا گزارشی درباره شخص لوکرس و اخلاق و کمالات او بفرستند خاندان شهیر متقاعد شدند و دسته باشکوه از شهسواران فرستادند تا عروس را از روم تا فرارا مشایعت کنند سزار برژیا دیویز سوار مجهز همچنین نوازندگان و دلغکهایی برای سرگرم ساختن او طی ساعات پررنج مسافرت همراه او کرد الکساندر که بسیار خوشحال و سرافراز بود موکب مرکب از 180 نفر از جمله 5 اسخف با او فرستاد همچنین جامعی به ارزش 15 هزار دوکاتو 187500 دلار 100 سال پیش کلاهی به قیمت 10 هزار دوکاتو نیم نیمتنه که به های هر یک دوکاتو بود برام بیافزود. لوکسس در 6 ژانویه 1502 پس از خدافزی محرمانه با مادرش وانو سفر خود را برای ملحق شدن به نامزدش آغاز کرد الکساندر پس از ودا با دخترش در یک اسب اسپانیایی با یراق کامل چرمین و زرین سوار بود در طول موکب او از نقطه ای به نقطه دیگر میرفت تا بار دیگر فرزند خود را ببیند و هنگامی که او و هزار مرد و زنی که همراهش بودند حرکت کردند چندان بر آنها نگری است تا از نظر ناپدید شدند الکساندر حدس میزد که دخترش را دیگر نخواهد دید نرام قبلا چنین خروجی را دیده بود و نه فرارا چنین ورودی را پس از 27 روز راهپیمایی لوکرس در بیرون شهر دوکا ارکوله و دون آلفونسو را دید که با موکب سواره از اشراف استادان 57 کماندار 80 شیپورجی و نینواز و 14 عرابه حامل بانوان اشرافی با جامعه های فاخر به پیشواز می آیند. وقتی موکب عروس به کلیسای جامعه شهر رسید دو بند باز از رأس برش آن فرود آمدند و به لوکرس تهنیت گفتند هنگامی که به کاخ دوکا رسید همه زندانیان آزاد شدند مردم از زیبایی و تبسم های دوکسای آینده خود شادمان شدند آلفونسو از داشتن چنین عروس شکوهمند و دلربایی مسرور بود جلسه بعد انهدام خاندان برژیا